سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه. بچه ها تمرین 4 و 5 و 6 رو امروز کار میکنیم. درس دوم هست از کتاب دستور تار ستار هنرستان. تمرینات چنگ هست بچه ها که حالا اینجا یه توضیحاتی میدم. بچه ها دقت کنید، ریتم 2/4 هستش. یعنی چی؟ دو تا نوت سیاه در یک میزان. این میشه چی؟ 1 و 2 و، یعنی هر سیاه رو چیکار کردیم؟ به دو قسمت تقسیم کردیم، به دو تا چنگ تقسیم کردیم. خیلی بچه مهمه این تمرین، یعنی حتما با دقت ویدیو رو ببینید و با دقت اجراش کنید. ببینید 1 و 2 و، شما قرار شد دو تا ضربه پا بزنید دیگه. 1 2 1 2، هر کدوم یه ضربه پاست. پاتون شما بالا و میاد پایین، 2 میاد بالا و 1 و 2 و، 1 و 2 و، 1 و 2 و، 1 سکوت. این سکوته، ببینید. خب با من بخونید بچه ها، همش هم روی سیم اول هستش، نه اول دوم هستش، روی سیم سفید هستش. این درس، یعنی این تمرین 4. 1 و 2 و، 2 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 2، سکوت. مرد کردید؟ همین شکل. حالا روی ساز میگم، کامل براتون توضیح میدم. حالا تمرین شماره 5 روی سیم‌های سوم و چهارم، سیم سل. دقیقاً همونه. بچه‌ها تأکید می‌کنم مضراب راسته ها، راست چپ راست چپ نزنید، مضراب راسته همش. این 8 تا مضراب راسته، می‌بینید؟ بوده 8 داره. اینجا گذاشته، یعنی روی همش دیگه هست. نیومدی رو همه بذاره. خب دو چهارم سل 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 سل، سکوت. میزنید 1 و 2 و، 1 و 2 و، 1 و 2 و، 1 سکوت. درست شد؟ به همین صورت. پس مترونوم رو بچه روشن کنید، با مترونوم کار کنید. حالا روی ویدیو بعدی روی ساز براتون با مترونوم میزنم. حالا تمرین شماره 6. 2 2 سل سل 2 2 سل سل 2 2 سل سل 2 سل 2، یعنی ترکیبی از دو تا سیم، سیم اول روی سیم دوم، سیم اول روی سیم دوم. اول منظورم توی ستار سیم اول میشه، توی تار همون سیمای اول دوم میشه، این سیم سفید. پس 2 2 سل سل 2 2 سل سل 2 2 سل سل 2 سل 2، درست شد؟ به همین صورت. خب بچه‌ها اینو خوب تکرار کنید، تمرین کنید، تو خوب بلکه ذهنتون بشه. حالا میریم روی ساز، اونجا براتون کامل توضیح میدم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوستان و همراهان عزیزم، امیدوارم حالتون عالی باشه. علی اقبال هستم و مثل همیشه خدا رو شکر می‌کنم که با شما عزیزان صحبت می‌کنم. دوستان در این ویدیو درس دوم از کتاب دستور تار و ستار، یعنی کتاب اول هنرستان رو کار میکنیم. در این ویدیو تمرینات 4، 5 و 6 رو کار خواهیم کرد که تمرینات چنگ هستش. دوستان همینطور که گفتم این دستبندی‌ها رو خودم انجام دادم، درس اول، دوم، سوم، با توجه به نیازهای شما که بدونم چه چیزی رو نیاز دارید، اونا رو تو هر درسی قرار میدم. این نکته رو بگم که این ویدیوها برای هنرجویان ستار هم بسیار مفیده، یعنی شما میتونید اگر نوازنده ستار هستید این درس ها رو دنبال کنید. خب بچه ها تمرینات چنگ رو داریم. تمرین 4 روی سیم اول هستش، 2 همه رو 2 میزنید. تمرین 5 روی سیم سل هست و تمرین 6 ترکیبی از این دو تمرین هستش. پس حتما موقع دیدن این ویدیو کتاب رو بیارید کنارتون که قشنگ ببینید دارم چی میگم. یه سری از روی نوت ها ببینید، سری دوم چکار کنید؟ ویدیو رو ببینید و بعد به نظرم 3 بار ببینید و دفعه سوم با ساز تمرین کنید. خب بچه چیه؟ همش مضراب راسته، میبینید نوشته 1 و 2 و. بذارید یه بار دیگه مرور کنیم که نوت چنگ چیه. گفتیم میزانمون 2/4 دیگه، 1 2، هر نوت سیاهی تشکیل شده از دوتا چنگ که میشه 1 و 2 و. یعنی شما اگه مثلا 2/4تون نوت سیاه بود اینجوری میشد 1 2 1 2 1 2، درسته؟ اینجا چیه؟ گفته 1 و 2 و، یعنی هر بار که
پاتون میاد بالا، یه مضراب دیگه میزنید اینجوری، یک و دو و یک و دو و، درسته؟ گرفتی چی شد؟ پس این شکلیه. حالا به نظرم با مترونوم کار کنید. من مترونوم رو میارم روشن میکنم، ببینید حالا اپلیکیشنش هم هست، اگه دستگاهش هم دارید با دستگاهش کار کنید. تمپوی مترونومتون رو بذارید روی 60، یادتون نره ریتم 2-4. ببینید بذارید اینجا 1-2 1-2. من این 2-4 ساده میزنم اول، ببینید دیدید. خب حالا با چنگ اجرا میکنیم. یه بار دیگه مترونوم رو روشن کنید، ببینید خوب گوش کنید به صداش، 1-2 1-2. همش هم با مضرب راسته، میبینید دو تا 8 زده، تمرین 4 رو داره میزنم دیگه، نا کنید. سکوت، یه بار دیگه نا کنید، 1-2-1-2-1. تو وهاش هم مضراب میزنید، سکوت آخری سیاه و یه سکوته. یه بار دیگه 1-2-1-2-1-2-1 سکوت. دیدید آخری هم یه دونه سیاه یه دونه سکوت دیگه، همون دو ضرب قرار داره داخلش. یه بار دیگه 1-2-1-2-1-2-1 سکوت به این صورت. خب تمرین 5 روی سیم سول هست، این دقیقا همون تمرین روی سیمای سوم و چهارم اجرا میشه. خب مترونوم روشن میکنیم روی سیمای سول، میبینید سکوت. با من بخونید، آماده؟ 1-2-1-2-1-2-1 سکوت. اون سکوت هم ضربه پا بزنید باش بچه ها، ضربه پایتون نره ها، ضربه پایتون نره، یعنی سر هر ضربی پا بزنید، پا کنید بالا و ببینید 1-2-1-2-1-2-1 سکوت. باش بخونید حتما دوباره، 1-2-1-2-1-2-1 سکوت. این مترونوم داره میزنه، ببینید 1-2-1-2 این دوچاره دیگه، 1-2 پاکیمت بالا اون مضرابه. به نوتا نگاه کنید، قشنگ دقت کنید، ببینید نوشته 1-2-2 دیگه، ببینید 1-2-1-2 این وام مضرابه، مضراب میزنید باش. یه بار دیگه 1-2-1-2-1-2-1 سکوت. دیدید خیلی ساده و راحته. خب حالا تمرین 6، تمرین 6 ترکیبی از دو تاست، دو تا روی دو، دو تا روی سول، دو تا روی دو، دو تا روی سول، دو تا روی دو، دو تا روی سول و آخرش هم دو سول دو. نکنید میزنم تمرین شماره 6، ببینید همش هم از روی راست، یادتون نره، دو دو سول سول، دو دو سول سول، دو دو سول سول، دو سول دو. نرد کردید؟ الان تکرار داره دوباره از اول، ببینید حالا با و میگم، 1-2-1-2-1-2-1-2 نقد کردید؟ دوباره، دو دو سول سول، دو دو سول سول، دو دو سول سول، دو سول دو. همین صورت، خیلی ساده، خیلی روان. فقط دوستان مدون تمرین کنید. حالا پیشنهاد من اینه که تمرین شماره 5 رو مثلا 10 دقیقه بزنید، کرنومتر تنظیم کنید دوستان، کرنومتر یعنی وقتی میگم 10 دقیقه، باید 10 دقیقه بزنید، نه بیشتر نه کمتر. این قانونیه که حالا بعد بهتون میگم چیه داستان، چرا باید به این نظم برسید. پس 10 دقیقه تمرین 4 رو میزنید، 10 دقیقه تمرین 5 رو میزنید و 10 دقیقه تمرین 6، نیم ساعت.
یک هفته این برنامه شما باشه، نگید تکراری شد، نگید نمیدونم چیزی نداره. تو بچه‌ها میگفتن که اینا چیه، خب مثلا یه بار زدین دو بار زدین تمام شد. نه، این باید نهادینه بشه در مغز شما، باید این مضراب راست و حالت‌های چنگ رو درک کنید. دم دم سر ضرب، قشنگ با سر ضرب باشه. تا حالا آروم آروم میرسیم به آهنگ ها و خواهید فهمید که چه اتفاقی داره میفته و چرا اینقدر تاکید دارم که اینو باید درست بزنید و سر ضرب بزنید. این ساختار چنگ قشنگ توی مغز شما میشینه. خب دوستان، ویدیو هم به پایان رسید، امیدوارم که ازش بهره ببرید. حتما حتما تمرین کنید دوستان، اصلا جلوتر از این چیزی که میگم کار نکنید، خواهش میکنم. خیلی مهمه، خیلی مهمه که با هم پیش بریم. بعضی دوستان برمی دارن میان تا آخر کتاب، بله کار نداره، میشه دو روز همه اینا رو برید جلو و یه چیز هرزی تحویل بدید که به درد نمیخوره. مهمه که درست بریم جلو. پس ما همراه باشید، نظرات و پیشنهاداتتون رو برای من ارسال کنید. اگر ویدیوهای من رو از طریق یوتیوب میبینید، کانال من رو سابسکرایب کنید تا هر موقع ویدیو جدیدی میذارم از اون مطلع بشید. اگر از طریق اینستاگرام ویدیوهای من رو میبینید، پیج من رو فالو کنید و دوستای خوبتون رو زیر این ویدیو تگ کنید. براتون آرزوی موفقیت دارم، شاد و موفق و پیروز باشید.